سلام به عزیزان محترم امیدوارم که همگی شاد و تندرست باشید و امروز اولین روز سال جدید هست و خیلی جالبه که اتفاق برنامه من در روزی هماهنگ شده که روز اول سال خواهد بود ام um, میدونم که الان بعضی از عزیزان دسترسی ممکنه به اینستاگرام و تلگرام نداشته باشند ولی امیدوارم به زودی مسئله رفت بشه با گروه شاگردان ما بلسینگ فرستادیم برای اینترنت و تلگرام و اینستاگرام و این یه یاداوره خوبم هست که ما اگه یادتون باشه تو یکی از صحبتام صحبت کردم که چیزایی که برامون موجوده همیشه حضور داره نمیبینیم براش قدانی نمی کنیم متوجهش نمیشیم و این یه مثال خوبه که وقتی این اپلیکیشن ها یا اینترنت که همیشه برای ما موجوده وقتی یه کمی اون حضورش نیست ما متوجه میشیم چقدر وابستگی داریم به این اینترنت و اپلیکیشن ها و خب برای من هم مهمه چون این یه وسیله ارتباط بین من و شما هست ولی خب این یادآوری خوبم هست که برای چیزایی که برامون موجوده بهش آگاه باشیم و همیشه براش قدردانی کنیم حس قدردانی هم به ارتعاش خودمون کمک میکنه هم به حضور اون چیزی که براش قدردانی میکنیم کمک میکنه تقویت میده وقتی قدردان هستی برای یک چیزی حضورش رو برای شما بیشتر میکنه تقویت میده که <تصفح> ما هم بلسینگ دادیم برای تقویت اینترنت هم حس قدانی برای این اپکیشن که قبلا هم تو برنامه قبلی هم من خوشبختانه حس قدانی و بلسینگ دادم برای افرادی که اینستاگرام و تلگرام فیسبوک این چیزها رو برای ما فراهم میکنن که بین ما ارتباط باشه حالا من عزیزان در ایران میدونم خیلی خلاق هستن و همه دسترسی پیدا میکنن به فیلتر شکن هایی که بهشون کمک بکنه که به تلگرام و اینستاگرام وارد بشن من در کانالم پست کردم ولی خب کسایی که ممکنه دسترسی نداشته باشن ممکنه نبینن به تا اونجایی که ممکنه در اختیار افرادی که پیام دادن من این مطالب رو گذاشتم که شاگردان محبت کردن برای من فرستادن و من در اختیار افرادی گذاشتم که پیام دادن که امیدوارم این در دسترسی همه داشته باشه حالا اگر که یه وقت این مسئله تلگرام به زودی حل نشد من ممکنه یه گروه تشکیل بدم یا کانال تشکیل بدم در یا واتساپ یا ایمو حالا من با تلگرام راحت ترم چون به اپلیکیشنش یه مقدار آشناترم به اپلیکیشنهای دیگه خیلی آشنا نیستم ولی حالا اگه مسئله تلگرام به زودی رفت نشد که امیدوارم بشه یه کانال تشکیل میدم در یکی از اپلیکیشنهای دیگه من فکر میکنم مسئله به زودی رفت میشه خوشبختانه اینترنت <تصفح> اینترنت یا کلا انتقال اطلاعات رو در این زمانی که هستیم نمیشه کاملا جلوش رو گرفت جلوی آگاهی و ارتباط رو نمیشه گرفت هر افراد سعی بکنن خوشبختانه در شرایطی هستیم از لحاظ تکنولوژی شاید بشه یه مقدار درش کندی ایجاد کرد ولی نمیتونن کاملا مانش بشن افراد راهش رو پیدا میکنند مخصوصا ایرانی های عزیز که بسیار هوشمند خلاق هستند و همیشه راهو پیدا میکنند و کلا انتقال اطلاعات هم در ایران خیلی سرعت داره افراد به راحتی راهش رو پیدا میکنند که به هدفشون برسند و راه پیدا میکنند برای اینکه به این اپلیکیشن ها دسترسی پیدا کنند خوشبختانه یه دی از عزیزان با توسط همون اطلاعات وارد تلگرام شده بودن خوشبختانه حالا از حضور افرادی که تونستن الان حضور داشته باشن در این برنامه من بسیار سپاس دارم اگر برای اطلاع بدید به افرادی که اگر در کانال هستن و دسترسی ندارن اطلاع بدید که فراخانی سه شوله رو همون موقع ساعت ده انجام بدن حتی اگر که نمیتونن وارد تلگرام بشن و من تو یکی از پیامی که برای بلسینگ فرستادن در کانال گذاشتم قبل از اینکه یه مقدار ارتباطات محدود بشه بعضی متوجه شدن که من توی صدام یه مقدار بغز بود ولی این حس من از شوق بود از شوقی که مردم ایران دارند بیدار میشن از ناراحتی نبود البته, البته، عشق هم جاری شده بود ولی از شوق بود از این شوق که هموطنان, هموطنان من دارند بیدار میشن و این چیزی هست که سالیان زیادی در انتظارش بودیم که افراد آگاه باشن و بیدار بشن و به خود بیان و... از شوق که کشور من داره بیدار میشه من به شوق اومدم و کلا ایران آینده خوبی داره نگران نباشید این تغییرات همش نتایج خوبی داره اگر که چون من سطح ارتعاش رو متوجه میشم یعنی <تص> به مقیاس سطح ارتعاش ایران با مثلا شرایط فعلی یا حتی از یک سال پیش من یه بار چک کردم ارتعاشی که ایران در حدود دو سال دیگه خواهد داشت خیلی بالاتر خواهد بود با ارتعاشی که در سال گذشته داشته این یعنی آگاهی بیشتر شرایط بهتر ارتعاش رو میزان آگاهی و میزان عشق مشخص میکنه و برای همین من بسیار امیدوارم و خیالمم هم راحته چون این رو دیدم که ایران در ارتاش بالاتری قرار خواهد گرفت و هر تغییراتی هم که الان داره ایجاد میشه برای آینده بهتریه اتفاقا همه امروز صبح که دم بیدار شدن بودم یه پیامی دریافت کردم تو همین زمینه که اینها حالا من به انگلیسی پیام همه بیشتر دریافت میکنم چون من به انگلیسی مسلط ولی پیامش این بود که اینها زیربنایی برای آینده بهتر هستند. یعنی یه سری جریاناتی که الان داره پیش میاد زیربنا و پایه های آینده بهتر هستند. برای همه خیلیتون راحت باشه، امیدوار باشید خیلی مهمه افرادی که آگاه هستن در مسیر نور هستن سطح ارتعاششون رو حفظ کنن یعنی همرنگ استراب اجتماع نشین ارتعاشتون رو بالا نگردارید خودتون رو در امواج مثبت و امیدواری و شادی نگردارید این چیزیه که به اجتماع کمک میکنه اگر ما بریم تو فاز استراب و نگرانی نه به خودمون کمک میکنه نه به هموطنانمون اگر که خودمون را در امواج مثبت نگه داریم و ذکر بگید اگه اوقاتی میبینید ذهنتون آرام نیست ذکر بگید شروع کنید به ذکر گفتن یکی از ذکرهایی که خیلی کمک میکنه ذکر سول عشق آرامش هست که سول عشق آرامش مردم همه شادن و شما میتونید ذکرها رو نیت کنید برای اثر درمانیش مثلا میتونید بگید که من این ذکر رو نیت میکنم برای آگاهی بیشتر در ایران یا این ذکر رو من نیت میکنم برای عشق آرامش در ایران یا این ذکر رو من نیت میکنم برای باز شدن قلب ها میتونید یا حتی برای سلامتی عزیزانتون ذکر رو شما میتونید نیت کنید مثلا حتی اگه یک کسی یکی از عزیزانتون مشکلی داره شما میتونید مثلا بگید من پنج دقیقه ذکر میگم به نیت سلامتی این شخص اینطوری اثر درمانیش به اون چیزی تاثیر میده که شما نیت کردید حالا این ذکر صلح عشق آرامش مردم همه شادن ذکر خیلی خوبیه و با نیت اینکه من این ذکر رو میگم برای پنج دقیقه یا ده دقیقه هرچه بیشتر بهتر برای بیداری هموطنانم برای عشق و آرامش در اجتماعم در کشورم و تاثیر میده مخصوصا هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشه که این ذکر رو میگن تاثیر میده حالا من میخواستم یعنی هدف قبلیم این بود که راجع به یه سری مسائل صحبت کنم راجع به ناخداغاینا ولی فکر میکنم اینو میذارم برای دوشنبه بعدی و امروز یه مقدار توضیح میدم راجع به تغییرات انرژی در زمین همطور که میدونید ارتعاش زمین در حال تغییره و با, با تو زمانهای مختلف هم ما یه جهش انرژی داریم که این به طور متداوله یعنی گهگاهی از این جهش های انرژی هست گاهی اوقات این جهش های انرژی بیشتره مثلا تو همین ایام کریسمس ما یه جهش انرژی داشتیم در این تعویز سال نو هم میلادی هم یه جهش انرژی بزرگتر داشتیم حالا در تو مثلا قبل ها هم داشتیم از این جهش ها بعد ها هم خواهیم داشت از این جهش ها, جهش ها. هر دفعه از این جهش انرژی ما پیدا می کنیم، ارتعاش جو زمین تغییر می کنه. ارتعاش جو زمین میاد بالا که این تاثیر ایجاد میکنه در کل آدم های روی کره زمین نه فقط هم ایران چون این تغییرات یه تغییرات خیلی وسیعیه فقط مثلا مربوط به ایران نیست و حتی محدود به این بود ما نیست حالا این بودها شاید یه مقدار برای شما جا نیفته ولی حالا با شنیدنش بذرش در شما کاشته میشه تا به مرور درکش کنید کره زمین خود کره زمین روح کره زمین که یه موجود بسیار عظیم و خلاقه عظمتی داره و بسیار بسیار خلاقه فراتر از ذهن ما این بودی که ما الان داریم درش تجربه میکنیم این, این مثلا این کره زمین رو میبینی این خورشید رو میبینی آدمایی که توی محیط و رو... مثلا آدمایی که فکر میکنی خب روی کره زمین هستن آدمایی که در ایران هستن اینا مربوط به این بود میشه بودهای بیشماری در زمین وجود داره یعنی ما تنها بود در زمین نیستیم حالا این یه مقدار میگم درکش زمان میبره ولی این جواب خیلی هست که مثلا میگن چرا جمعیت داره زیاد میشه یه دلیلش همین حضور بودهای مختلف هست چون با الان تعداد افرادی که در این بود ما تناسخ می بالاترین تعداد رو داره و برای اولین بار و آخرین بار هم هست که اجازه داده میشه به این تعداد افراد و روح تناسخ در این بود بکنن به خاطر که این قسمت زمان این قسمت مثلا 50 سالی 100 سالی که الان هست که قسمت اعظمش گذشته اولین بار و آخرین بار هست که اجازه داده میشه به این میزان تعداد افراد تناسخ کنند که فکر کنم الان اگه درست یادم باشه 70 بیلیون آدم فکر کنم رو کره زمینه و این بالاترین تعداد روحاییه که اجازه تناسخ داشتن در این بُعد فیزیکی حالا دلیلی که این جمعیت کم و زیاد میشه اینه که این بود تنها بود نیست بودهای دیگه ای در زمین هست که یه سری افراد از بودهای دیگه تناسخ به این بود میکنن یا حتی یه ای برای کمک از بودهای بالاتر آمدن و تناسخ در این بود کردن برای کمک به ما چون کسایی که تو بود بالاتر هستن آگاه کار ما ندارن میتونن کمک های خوب باشن که این, عشق بسیار بزرگیه وقتی یه عده از بود بالاتر تناسخ میکنن به این بود برای کمک چون خودشون رو خیلی محدود میکنن و تحت فشار قرار میدن وقتی که به این بود میان و یه مقدار هم عدم هماهنگی های زیادی تجربه میکنن چون مال بود بالاترن ولی این سختی رو به خود میخرند برای کمک به مردم به خلق بشر یعنی بدین دلیل هست که جمعیت افزایش پیدا میکنه چون از بودای دیگه تناسخ به این بود میکنن حالا در این بود فیزیکی دیدگاه ما اینه که دو تا مثلا فرض کنیم من حالا اینجا دو تا خودکار دارم بهتون نشون بدم شما مثلا اینجا توی این بود فیزیکی مثلا اگه شما دو تا دو خودکار داری یا دو تا هر دو تا شی حالا هر چیزی اینا رو نمیتونی فقط میتونی یا کنار هم بذاری یا میتونی فقط روی هم بذاری یا اینجوری نمیتونن در یک فضا باشن میتونن کنار هم باشن یا روی هم باشن چون هر دو دیدگاه ما باور ما اینه که این دوتا یه چیز جامده چون هیچ چیزی تو این بود در این بودی که ما داریم تجربه میکنیم هویت واقعی نداره بنا به ذهنیت و باور و دیدگاه ما هست که چیزی رو تجربه میکنیم حالا میگم این مطالب درکش زمان میبره ولی من دارم بذرش رو در شما میکارم با این بیان که تا بشنوید و به مرور براتون درک بشه حالا تو این بود فیزیکی من باور دارم که این یه خودکار جامده اینم یه خودکار جامده و اینا رو فقط میتونید کنار هم بذاری یا روی هم بذاری این دیدگاه و یکی از شرایط این بوده حقیقت مطلب این هست که در امور ابعاد مختلف این قانون صدق نداره بنا به قانون ابعاد شما میتونی دو چیز رو در یک فضا قرار بدی حالا این کار با این دو خودکار نمیشه کرد چون تو این فیزیکی این, این حضور نداره ولی بنا به قانون ابعاد شما میتونید دو چیز رو در یک فضا بزارید مثل اینکه انگار این دو تا خودکار تو همن در یک فضا الان کنار همن ولی اگر تصور بکنید که این دو تا خودکار داخل همن ولی همزمان که داخل همن تماسی هم با هم ندارن این یه مقدار فراتر از ذهن دنیاویه چطور میشه دو چیز در یک فضا باشن تو هم باشن اینطوری تو هم باشن ولی با هم تماس هم نداشته باشن خب این تیم بود ما این امکانش نیست ولی از دیدگاه بالاتر و دیدگاه انرژی و ابعاد امکانش هست که این ابعاد مختلف و اون چیزی که اینا رو تماس نمیده همین قانون ابعاد و تفاوت ارتعاشه چون شما تو این بود فیزیکی فقط چیزی رو میبینی که هم ارتعاش خودته چیزی که هم ارتعاشت نیست نمیبینی ابعاد دیگه هم بنا به این قانون ارتعاش و ابعاد در همین در یک فضا هستند ولی در بودهای مختلف یعنی همه روی کره زمینند ولی در بودهای مختلف که ما متوجهشون نمیشیم بهشون هم آگاه نیستیم بعضی ها در بعضی شرایط متوجهشون میشن افرادی که چشم بصیرتشون بازه متوجهشون میشن و مثلا بینش پیدا میکنن به ابعاد مختلف ولی برای اکثر افراد به این ابعاد آگاه نیستند و متوجهش هم نمیشن و اصلاً انگار که وجود نداره فقط این بود رو تجربه میکنن حالا تغییراتی که در جو زمین داره به وجود میاد ارتعاشی که داره تغییر میکنه فقط محدود به این بود ما نیست این یک تغییر بسیار گسترده است خالق بسیار خلاقه این یک تغییر بسیار گسترده است برای تمام ابعاد زمین نه فقط این بود ما یعنی فقط ایران نیست که داره تغییر میکنه کل زمین و کل ابعاد در حال تغییره این بودی که ما درش هستیم یک حالت بود مرکزی داره یکی از بودهایی هست که مهمه و بسیار تاثیرگذاره در ابعاد دیگه اگر ما صلح و عشق و آرامش در این بود داشته باشیم یعنی کل افراد زمین این تاثیر مثبت در ابعاد دیگه میده که اونها هم بتونن صلح و آرامش داشته باشن و اگر که اینو درک بکنید میبینید که خب این یک خونه تکونی خیلی وسیعه شما یه خونه فیزیکی رو که میخواید جابجا جا بکنی اسباب کشی بکنی ببین چقدر برو بیا داره حالا فکرشو بکنید که نه فقط ایران بلکه کل کره زمین و ابعاد بیشمار در حال اسباب کشی هن. در حال تغییرن، در حال خونه تکونی هن. این یه تغییر بسیار وسیعه ولی همش برای ماست به ظاهر چون بروبیا زیاده مثلا مثل شما وقتی داری اسباب کشی میکنی مثلا یه دی میان میرن کمک میکنن اون میبره اون میاره یکی بعد نمیدونم برق اینجا رو قطع کنه برق اونجا رو کنه برو بیا زیاده کارای زیادی هست که باید هماهنگ بشه حالا الان ما در این جوی هستیم که کل مردم ایران کل کره زمین در حال اسباب کشی هست و برو زیادی هست و این به ظاهر نمود میده بی نظمی. ولی نظم دقیق و هدف مشخصی هست و دیدگاه دیده میشه که به احتمال زیاد تا سال البته شرط ایران تا حدود دو سال دیگه خیلی بهبودی پیدا میکنه ولی کل زمین کل افراد کره زمین تا حدود سال 2032 تقریبا 2032 تغییر انرژی مناسبی داده برای حضور در بود پنج که بود پنج یعنی بود آگاه بودن آگاه بودن به یکی بودن و باز بودن قلب ها صلح و آرامش بیشتر چون وقتی که ما آگاه باشیم به یگانگی خب دیگه همه اذیت نمی کنیم. بهتر انتخاب می کنیم. عشق بیشتری به خودمون و دیگران میدیم. این یعنی بود پنج که من آگاه هم که با تو یکی هستم بنابراین وقتی آگاه هم با تو یکی هستم تو هم اذیت نمی کنم خودم هم, هم اذیت نمی کنم. دیدگاه آگاه تر و متفاوت تر. حالا در حینی که این تغییرات داره ایجاد میشه باید این رو در نظر داشته باشید که این تغییرات برای ماست هرچند به ظاهر شاید در هم بر همیه نمود بده و گاهی اوقات ممکنه شرایطی ایجاد بشه که موقتا طبق میل ما نیست مثلا تو اسباب کشی خب آدم خسته میشه بعضی وقتا گروس نش میشه تشنش میشه یه داستانایی در بر داره ولی در انتها وقتی که اسباب کشی کردی به یه خونه بهتر زیباتر بعد یه نفس راحت میکشی و لذت میبری از اون خونه جدیدت ما هم داریم اسباب کشی میکنیم به بود پنج نه فقط مردم ایران بلکه کل کره زمین و ابعاد دیگه بیشمار دیگه و این برنامه رزی هست برای اینکه همه خلق بشر هم در این بود هم در ابعاد دیگه در شرایط بهتر و در صلح و آرامش باشند. از این دیدگاه های جدایی و رقابت و مسابقه و قضاوت در بیان از این رقابت برای انرژی رقابت که من پول بیشتری داشته باشم نمیدونم خونه بزرگتر ماشین فلان از این ذهنیتی که من میخوام جمع کنم انباشته کنم در میایم آگاهتر خواهیم شد آرامش بیشتر خواهیم داشت چون قلبمون باستر ارتباطمون با خالق بیشتر میشه بینش حتی پیدا میکنیم بیشتر چون وقتی شما در بود پنج قرار بگیرید به راحتی با فرشته ها در ارتباط هستید به راحتی با انرژیایی که در بودهای بالاتر هستن در ارتباط هستید مثلا الان افراد ممکنه فرشتا رو نبینن یا حسشون نکنن ولی وقتی که افراد تغییر بود میدن و به بود پنج میرن در اون شرایط شما به راحتی متوجه خیلی استعدادهای ماوریتون میشین به راحتی فرشته ها رو میتونید ببینید حسشون کنید عشقشون رو درک بکنید به راحتی ارتباط خودت رو با خالق حفظ میکنی و حضور خالق رو در خودت احساس میکنی که خب اینا چیزایی که همه میخوان چیزایی بسیار خوبیه ولی چون برای رسیدن به این هدف باید چیزای قدیمی انداخته بشه دور بعد خودمون رو جدا کنیم از وابستگی های قدیمی افکار قدیمی، رفتارهای قدیمی، عاداتی که به نفع ما نیست این قسمت تغییرهای مقدار دست انداز ممکنه داشته باشه چون خیلی ها وابستگی دارن به روشهای قدیمشون و این رها کردنها و جدا شدنها از روشهای قدیم افکار قدیم دیدگاه های قدیم که اکثرش کاذب هستند یا ذهنیت هایی که فقط هدف این بوده که ترس در مردم بگذاره برای کنترل مردم اینا همه باید دفع بشه سیستمای اقتصادی باید تغییر پیدا کنه که درش هماهنگی و عدالت باشه یه دلیلی که الان افراد یه سری مسائل اقتصادی دارن تجربه میکنن برای اینه که این سیستم اقتصادی باید تغییر پیدا کنه و موقعی تغییر پیدا میکنه که به, به یه بنبستی برسه دیگه عمل کرد نداشته باشه و خب تو این جریان بعضی از چیزایی تجربه میکنن که براشون ممکنه جالب نباشه ولی در انتها سیستم بانکی، سیستم اقتصاد، سیستم کاری حتی سیستم مدرسه ها، سیستم آموزشی اینا همه تغییر پیدا میکنن و چون الان در جویه که دیگه دل بخوای نیست این تغییرات اتفاق میفته حالا کسایی که باش هماهنگن و آگاهن یه خود این تغییرات براشون روونتر خواهد بود افرادی که باش هماهنگ نیستن و میخوان بچسبن به روش های قدیمی خب یه مقدار فشارهایی احساس میکنن ولی همش با هدفیه که بهتر برای ما و اینو بعد آگاه باشید به یاد داشته باشید و به دیگران هم یادآوری بکنید که این تغییرات برای ما هست نه بر علیه ما برای ما برای منفعت ما چون خالق میخواد <applause> که ما همه در آرامش باشیم همه در صلح باشیم به همدیگه عشق بیشتری بدیم و آگاهی در این زمینه بسیار مهمه که آگاه باشیم به این شرایط و به دیگران هم آگاهی بدیم که نظم وجود داره یه هدف مشخص وجود داره چون یه چیزی که خیلی یار یه مقدار نگران میکنه همینه که فکر میکنن نظم وجود نداره و بی هدف هست این چیزا ولی اینطور نیست از کائنات با, با هدفمندی خود خالق یه برنامه ریزی خیلی دقیق هست و به خوبی هم داره اجرا میشه فقط باید صبور باشیم ارتباطمون رو با خالق حفظ کنیم تا به اون مرحله برسیم به مرحله های بهبودی برسیم 20 دقیقه شد حضور داشته باشید من برمیگردم